بیچارم کردی، ذلم کردی. خمشو این رفتار نزن. اقلن بذار اون بچه ازت یاد بگیره، اقلن الگوی اون باش. از من چی یاد بگیره؟ بیکاری رو، بدبختی رو. بیا عزیزم، بیا یاد بگیر. ببین یه آدم کامل جلوت نشسته، یه آدم هیچی ندار، یه آدم بدبخت، رزل، بیکار، مفخور. منم خسته شدم، فکر کردی من چیم؟ آهنم؟ سنگم؟ با تو هم مگه کر شدیده؟ بیا پایین خجالت بکش. باشه اومدم. گیری کردی ما. باشه تو برو، من میام دیگه. بیست و دو سالم بود همون موقع که مامانم تصمیم گرفته بود از بابام جدا بشه. با هم مشکل داشتن. مامان از بابا میخواست الگوی من باشه، بابا از مامان میخواست که خفه شه. چه لطفی. خسته شده بودم. از بابا که به شکل احمقانه‌ای سعی میکرد الگوی خوبی واسه من باشه، از مامان که کتابخونم رو پر کرده بود از هدایت کارور و فوکو. کاش یه کلمش رو میفهمیدم. همون وقتا بود که به پیشنهاد دوست پرواز رو تجربه کردم. برای اولین بار. خیلی میفهمید. بازن بابک احمدی همون به من شناسوند. ساعت‌ها تو گستره تحویل تن تارکوفسکی تو غرب میلرزوندیم. آخون عاشق استاکر بود. از وقتی که تاریخ جنسیت فوکو رو خوندم راحت‌تر با قضیه سیکس کنار میام. چند وقت پیش با نگار و محمد مریم بالای دربند خوار مادر مرتیکر گفت. یارو نشسته تاریخ جنون نوشته. خودش دیوونه است دیگه. اون نگار احمق هم طرفدارش، اونم دیوونه است. داده به باباش هزار توها رو بخون. بابای دانیل استیل بخونه عاشق میشه. تمام پیش داده بود بنده خدا داستان پدگوژیکی رو خونده بود. چهار هفته دختره رو خونده زندونی کرده. میگفت جامعه مضر رو واسه همه تو. چند وقت پیش حواس ودکا کرده بودم با قهوه. انقدر خوردم که داشتم بالا می آورد. پسرم زده بود زهره رو بکشم و تیکه تیکش کنم. بهش گفتم. قبول کرد. گفت فقط قبلش یه دوش آب سرد بگیر. وقتی دوش گرفتم از اون اتاق صدای شاملو می اومد. بیخیال شدم. رفتم یه روزنامه خریدم، تا آخرش خوندم و خندیدم. به نظرت استالین حق نداشت؟ حرف مفت از رو زمین باید پاک کرد. شوروی اونو میخواست، نه اون مردی که بیخواستیتو. روزنامه ها باید خفه شدن یاد بگیرن. چرت نگو دیگه. اون غلط کرده با تو. سیاسیش میکنی میپره دیگه. تو تا حالا پرواز رو امتحان نکردی نه؟ نمیدونی چه عالمی داره. یه بار امتحان کن. امتحانش که ضرر نداره، خودش ضرر داره. راستش خودم حواس کرده بودم. یه چیزی میخوام تا بی خیال شم. دیگه خسته شدم. دیگه خسته شده بودم. اولین بار بود که امتحانش میکردم. چه دنیایی. مغز تو سرم نبود. سرم سبک سبک. اون باد قرمز چی بود؟
بهش گفتم وقتی نشه خیلی قشنگ میشی. مرسی عزیزم، تو هم خوشگلی. نه سیاوشو میگم. ببین ببین چه خوشگل شده، خیلی قشنگ شده. راستی بابا اینا کجا؟ بابای محترمم خانم بردن شما. جدی؟ مامانم دنبال دفاع از آزادی زنای بدبخته. سردسته ی انجمنای سبزی خورد کنی و دورم جمع کرده خبرهای جدید رو بفهمم. خود بدبخت اونم نمیدونیم چطوری باید حق میدونیم. آخرش راه حل از یه مرد بپرسیم. خجالت هم نمیکشم، فقط حرف آینده ماست دیگه، ما باید ازش خجالت بکشیم. اصلا یا اصول این حرفا رو ندارم. نمیدونم این گناه چی بود که با تمام وجود میخواستیم تجربهش کنیم. هیچ گناهی وجود نداره مگه اینکه خودمون گناه بدونیمش. گاهی افسوس میخورم که چرا انقدر در مقابل لذت بیاراده بودم. البته نمیشه ازش گذشت. اون وقتا خیلی احساس خوبی راجع به خودم داشتم. یه آدم کامل که هیچکس در مقابلش طاقت نمی آورد. اما راستش نمیدونستم که چرا کم کم آدم ها برام خسته کننده می شدن. مثلا میشه از این دوتا خانم خوشگل گذشت. باید میگذشتی تا که این جماعت ظریف باید دست دلتو می لرزوندن. لذت و گناه و امید سانسور جدای ناپذیرن. این برام یه حقیقت بود تا با مانیفستش خودم رو توجیه کنم. همه ی روابط اشتباه بود. هیچ درک صحیحی از موجود مقابل برامون وجود نداشت. نه درکی، نه احترامی. عجب خرط و خری بود. گو خودی رو حرف من حرف میزنی. بعد وقت خوده حقارت داری نه؟ خفه شو، وقتی من بهت میگم کجا میری باید زیر بزنی و جواب منو پس بدی. از گیتار آقا بل سر من شدی؟ بودن گو خوردی. رابطه من به تو هیچ ربطی نداره. رفتن هم اومدن هم مگه من سون پرسم چه غلط میکنی؟ غلط کردی بپرسی. من مردم هر گوی دلم بخواد بخورم میخورم، به هیچ کسا هیچ ربطی نداره. جنده گل کرده. باید تابوها رو میشکستیم. همه چی داشت تغییر میکرد. من، ما، ارزشامون، زندگیمون، عشق. عشق فقط یه بازی بود. مشکلی پیش اومده؟ چی شده؟ مدکمش چشمش اینجاست. ولش کن بابا، ندید ولید دیگه. نگفتم معنی همه چی دائم داشت تغییر میکرد. ما رو زیر تابوهای خود ساخته دفع کرده بودن. خاک تو چشمون بود و باد قرمز دور سرمون. هیچی نداشتیم. یه سری انسان پوچ بیارزش که با خوشیهای مسخره خودمون سرگرم میکردیم. انگار نه انگار داشتیم غرق میشدیم توی باطلا. و
بلش کن. بی خیال شو. تو نمیدونی چه حال روزاده ای شده. میخوای من باش حرف بزنم؟ تو که اونو ندیدی. حرف موف نزن. من منو میکشم تو رو. غلط میکنه. مگه دست خودشه. بابا اون دورا تموم شده رفته. چرا نمیخواد بفهمه؟ از بس همه آدم حسابش کردن فکر میکنه صاحب همه چیه. تولدت مبارک. یادت بود؟ مگه میشه یادم بره؟ ازت تشکر کنم. تو بر من بیشتر از این حرفا ارزش داری. توش هم برام نوشتی؟ توش؟ از علی برای مهری عزیزم. کجا بردیش؟ دزدیدیش؟ نه ببین پیداش کردی؟ نه همتون حرومزاده این. مامان تو یه انگشتر گم نکردی؟ انگشتر؟ آره یه انگشتر. نه دروغ میگی؟ آره. این مال توه؟ آره. تا حالا نایده بودمش. کادوی بابای پدر سوختت. دستت نمی کردی؟ نه تو جو پیداش کردم. اون روز که گم شد بعد از مدت رو دستم کرده بود. تو خیلی جوونی، هیچی از زندگی نمیدونی. تو قد پسر منی. و چرا داری وقت تو تلف میکنی؟ نمیدونم چرا. شاید یه چیزیه که تو نمیفهمی. نمیفهمم؟ فکری خیلی بچم ها؟ میخوای دیگه نباشم؟ دیگه با هم دیگه حرف نزنی؟ نه دوست دارم با هات حرف بزنم. تو میدونی شکستن یعنی چی؟ فردا باید برم استادیوم. حالا تگه وقت کنم. تو میدونی خورد شدن یعنی چی؟ به عقب برگشتن، داغون شدن. یه زنگم باید بزنم به سمیرا. باید ببرمش دکتر. کاش کفشای بچگی برام تنگ نشده بودن. حلقته؟ نه، فقط یادگاری. تا حالا ندیده بودم دستت. باش مشکلی داری؟ نه، همینطوری پرسید. دیگه برام ارزشی. کاش داشت. بریم. کاش یه روز این تنهایی تموم بشه. چی کار کردی؟ چیزی که تموم شده تموم شد. فکر میکردم وجدانم آروم میشه ولی بیشتر عذابم. مگه طلا نبود؟ بری. خسته شدم. از چی؟ بدبختی اینه که خودم هم نمیدونم. دوباره نه به خدا. از چیز دیگه است. تمامش کن زوره. حوصله ندارم. سیاوش چرا به حرفام گوش نمیدی؟ خسته شدم. از چی؟
از همه چی. حواست کجاست؟ دارم با حرف میزنم. گوش میدادم. تا کجا گفته بودم؟ تا اصلا بلش کن باقیشون. خسته شدی؟ نه نه بشین خوبه. خسته شدی؟ گفتم که نه. دیگه حوصله‌شو ندارم. میخوام اگه بشه تمومش کنم. چیو؟ نمیدونم بهروزو چی کارش کنم. راجبه چی حرف میزنی؟ طلاق. میفهمی؟ نمیدونم اصلا این چیزا رو برای چی باید برای تو بگم. خودم اصلا میدونی چی میخوای؟ هیچی. مرگ میخوام که همه راحت شه. خوبی؟ میخوای بریم؟ بریم. من تصمیممو گرفتم. دیگه باید تمومش کرد. نمیخوای بیشتر فکر کنی؟ نمیدونم چقدر باید درد بکشم. تو خیلی درد کشیدی. هیچکی ندونه من خوب میدونم. اونم تقصیری نداره. ما هیچ وقت برای هم نبودی. احساس گناه میکنی؟ گناه همه چیزش خستم میکنه. خسته شدم. آره خستت کرده. خوب میفهمم. باید تصمیم تو بگیری. آره همه چی تموم شد. تو منو خوب میفهمی. چند روز میریم خونه سیاوش اینا. مامانش اینا هم نیستم. اونجا بشین خوب فکراتو بکن. هر تصمیمی هم که خواستی بگیر. این باد قرمز چیه؟ فکر کنم یه باد قرمزه. هیچ وقت به این خوبی نبودم. منم خوبم. تو هم خوبی. بادم خوبه. احساس میکنم بعد عاشق شم. خیلی خالیم. آبا بل کن بکشش راحت شو. کشتمش. همینجا خاکش کردم. سمیرا چی شد؟ خیلی اشتباه کردم. تو عاشقش نبودی؟ مامان و بابا دارن جدا میشن. بالاخره تصمیم گرفت؟ دیگه نباید به سمیرا زنگ بزنم. عاشق یکی دیگه شدی؟ حقیقتش نمیدونم. میخوای حدس بزنم؟ من میشناسم بهش. آره باز خر شدی. باید به خودم اعتماد کنم. به بقیه نکنم تمام شدم. هیچی نیستم. میفهمی؟ اعتماد چی بابا؟ زمستان از دباب بس ناجوان مردان سرده. عاشق شده بودم. نمیدونم چرا. یه عشق ممنوع نبود. پاک بود. یه چیز قشنگ. مال خود خودم. نمیتونستم بهش بگم. نباید به همش میریختم. این باد قرمز مال من اون بود. بدون اینکه خودش بدونه. یه چیز مشترک. دلم به همین خوش بود. چقدر همه چی عوض شد. تا حالا اینجا رو ندیده بودم. خیلی خلوته. به هم آرامش میده. روز اولی که دیدمت یادته؟ آره تو اون کافی شاپ تنها سیگار میکشیدم. یادته بهم چی گفتی؟
پسر جون خجالت بکش، تو قد پسر منی. چقدر اون روز دلم میخواست با یکی حرف بزنم، برام فرقی نداشت کی باشه. فرقی نداشت؟ اون روز فرقی نداشت. چقدر سخته که مثل یه زن به خودت نگاه کنی. همیشه دوست داشتم زن بودن رو تجربه کنم، اما نمیشد. آدم هیچ وقت نمیتونه بفهمه اگه مخالف خودش زندگی کنه، خواسته هاش، مسئولیتاش، احساساتش چه تغییری میکنه. خیلی جلوی آینه به خودم مثل یه زن نگاه میکردم. کاش میتونستم همینطوری اجتماع رو تجربه کنم. عاشق شم، درد بکشم، تحقیر شم. بفهمم مادرم از چی حرف میزنه. هفته دیگه طلاق میگیری. میخوام تو هم به عنوان شاهد بیام. دیگه نمیخوام چیزی رو قایم کنم. اما من میترسم. میدونم. نمیدونم آخرش میخواد چی بشه. تو میترسی چون باید بترسی. تا حالا انقدر ضعیف نشده بودم. دلم واسه تنگ میشه. چقدر تلخه که باشی و نباشی. هیچ کس نبینتت، اما همه ببیننت. این زن بودن چقدر سخته. چی رو میخوای بفهمی؟ همه چی رو. این یکی قشنگی نداره. دوست دارم امتحانش کنم. تا حالا به اینا نگاه کردی؟ نمیتونم آروم نگهشون دارم. تقصیر خودت نیست؟ گفتم تقصیر خودت نیست؟ تقصیر؟ باید دنبال گناهکار گشت. چرا؟ تقصیر خودم. چون بدبختم. چون اون پدر و مادر بی پدر و مادرم منو مثل یه برده بزرگ کردن. تقصیر خودمه. چون بی شعورم. چون هیچ وقت فکر نکردم که چرا باید تحمل کرد. باید فراموش کرد. هیچ فراموشی تو این دنیا وجود نداره. تو منو میبخشی نه؟ تو هیچ گناهی نداری. من مقصرم. تو باید بری. تا چیزی شروع نشده باید تمومش کرد. باید رفت. تو باید منو ببخشی. بلند شو. خجالت بکش. مرد که گریه نمی کنه. هیچی نه. فقط برو. خواهش میکنم. اما تو؟ من خودم برمیگردم. میخوام اینجا تنها باشم. خواهش میکنم برو. فقط برو.
نمیشه تغییرش داد. چرا؟ یکی رو شاید بشه. خیلی سخت. ولی تو خیلی پیر شدی. شاید به خاطر همینه که دنبال جوونی میگردم. اون پیرت کرد. نه؟ نه. هیچ گناهکاری وجود نداره. من اگر شکستم، تقصیر خودم. باید تصمیم تو بگیری. هفته دیگه طلاق میگیری. اونا رو پاک کن. این حقارت رو به خودت نخر. چقدر سخت گریه کردم وقتی برای همه چیز همیشه گریه کردم. آروم نیستی ماما. تو هفته دیگه طلاق میگیری. بهم گفت یکی از شاهداش یه پسر همسن منه. بهم گفت اگه دیدیش مثل برادرت حالشو بپرس. گفت امروز عصر باش قرار دارم. نگاش کردم. گفت ممکنه روز آخر باشه. نگاش کردم. گفت شما خیلی جوونید. کاش هیچ وقت این تلخی رو نفهمید. گفتم اما من برادر ندارم. گفت من آرامش ندارم. گفتم اما. گفت تو میدونی سنگ صبور چیه؟ گفتم میفهممت. تو خیلی پیر شدی. الو بهروز دوره تویی؟ بیدارت کردم. نه داشتم کتاب میخوندم. بهروز چیه؟ بول نکنی دیوونه. چیزی شده؟ سمیرا. سمیرا چی؟ خودکشی کرده. البته به موقع رسوندنش اورژانس. اگه تونستی فردا صبح بیا بیمارستان. الو بهروز میشنوی؟ بهروز چرا حرف نمیزنی؟ الو الو کدوم بیمارستان؟ باهاش به هم زده. سمیرا خودش به هم گفت. آره به هم گفته بود. خیلی تنها شده. دلم واسه بابا تنگ شده. منم. مامان چی؟ تو دوستش داری نه؟ کیو؟ خودتو نزن به اون را. نه دروغ میگه؟ نه باور کن دروغ میگه. مثل یه دوست معمولی میبینمش. هیچ حسی نسبت بهش ندارم. در زم در زم چی؟ در زم اون عاشق توه. مزخرف نکن. باور کن حسشو خیلی خوب میفهمم نسبت به تو. ول کن بابا این چه حرفی. سیاوش سیاوش بس کن دیگه زهره. اشتباه میکنم. جدی اشتباه میکنم. فقط بگو آره یا نه. نه اشتباه نه میکنم. دوست دارم. به هیچ کس ربطی نداره که من چی کار میکنم. داشتی خودتو میکشتی احمق. برای کسی هم مهمه. خب معلومه واسه من خیلی مهمه. خجالت بکش. باید چی کار کنم؟ بیام گوه خوردم خوبه؟ نه عزیز من مشکل تو نیستی. من باید چی کار کنم؟ هیچ. فقط برو. خواهش میکنم. من نمیتونم. برو. فکر کن برای همیشه مردم. همین.
همون شب خواب عجیبی دیدم. دیگه هیچی برای موندن باقی نبود. خسته شده بودم. خسته. این فاصله ها، این درک نکردن ها، این تلخی ها طاقت هر انسانی رو تموم میکرد. چقدر تلخ بود و خسته کننده. فقط یه جاست که آدم ها بدون هیچ غرضی دور هم جمع میشن. اونم سر جنازه یه نفر دیگه. چقدر مسخره است. همه دور هم جمع شدن. بدون کینه. بدون ناراحتی، فقط به اون که توی قبر نگاه میکردم. برادر سمیرا رو برای اولین بار بود که میدیدمش. چه حس غریبی بهش داشتم. سمیرا، چقدر دلم برات تنگ شده. هیچ وقت نتونستم بهت بگم چرا، خودم هم نمیدونم. سیاوش و زهره تنها آرامش من توی این دنیا بودن. کاش میتونستم بگم اون چیزی رو که مثل خور روحم خورد. خیلی دوستت دارم مامان. شاید راست میگفتی که باعث این همه تلخی مرد زندگیت نبوده. مقصر فقط خود مایی. هیچ گناهکاری وجود نداره. هیچ گناهی هم وجود نداره. ماییم که گناه ها میسازیم و بهش معنا میدیم. فاصله های بینمون تقاطع های گناه رو زیاد میکنن و در آخر همه تنها میمونیم. آرامش روزی به سراغمون میاد که باید از دور نگاش کنیم. آرامش، گناه، لذت، من، ما. خستگی به اوج رسیده بود.